الان مشکلمون اینه که نسبتی با نخبگان نداریم. سیاست فرهنگی و علمی کشور به نظر من الان در بحرانه. دست کسانی هست که خیلی علاقه و علاقه به این قضایا ندارن. موزل اساسی ما دو بخشه، مدیریت و رسانه. در دوره اول تا سوم که آقای دکتر لاریجانی زحمت این کارو به عهده داشتن به هیچ وجه دخالت نکردن. خانم دانشور باز حکایتی داره، من پیشنهادی کردم، فکر میکنم آقای زرقامی مخالفت کرد. زمان آقای احمدی نژاد باز دخالت هایی شد، جریانی درست کرده که لیبرال ها رو. دلیل اصلیش میدونید چیه؟ چه کار موفقه. با نام و یاد بخشنده بخشایشگر، درود و مهر و احترام خدمت شما دوستان همراه مجله تصویری قاف، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که تندرست و سالم باشید. پیش از این که من بحثم رو با میهمان ارجمند این شماره از مجله قاف آغاز بکنم، لازمه یک نکته رو خدمت شما بگم و اون این که پیام‌ها، دیدگاه‌ها و نظراتی که در یوتیوب، آپارات و اینستاگرام در صفحات مربوط به قاف لطف می‌کنید و با ما در میون می‌گذارید رو من می‌خونم. اگر اونجا پاسخ نمیدم دلیلی نداره جز این که خب فرصت‌ها و مجال‌ها کم هست. یک دیدگاه‌هایی مطرح شده و انتقاداتی بعضی از دوستان مطرح کردن در ارتباط با بعضی از گفتگوها، از جمله این که مثلا گفتگو با یکی از میهمانان خیلی تند بوده، با یکی دیگر از میهمانان خیلی نرم و ملایم بوده. ببینید، به ویژه مثلا تند رو به گفتگوی بنده با آقای اسماعیلی وزیر محترم ارشاد اشاره داشتن. منطقا کسی که مسئولیت داره و صاحب قدرتی هست، او بیشتر در معرض نقد و انتقاد و ایراد و اشکال هست تا کسانی که فعال یک حوزه‌ای هستند. او صاحبان قدرت به اعتبار برخوردارشون از اون قدرت بیش از دیگران هم در معرض پرسش هستند و بسیار بیش از دیگران وظیفه‌مند پاسخگویی. در نتیجه ساحت‌های میهمانان رو هم من بایستی رعایت بکنم و همین که شما هم متوجه باشید که در ساحت‌های متکثری من با میهمانان خودم روبرو میشم و متناسب با میهمان مباحث خودم رو طرح میکنم. در این دفتر از مجله قاف در خدمت دوست بسیار قدیمی و عزیز خودم جناب آقای دکتر محمود اسعدی هستم که سالهای سال روزنامه نگاری کردن و صد البته که یک کار بسیار سترگ رو هم در صدا و سیما یک روزگاری پایه‌گذاری کردن که بخش عمده از بحث و گپ و گفت این نوبت از مجله قاف به اون کار بزرگ آقای محمود خان اسعدی اختصاص داره. خیلی خوش آمدید آقای اسعدی عزیز. متشکرم. به نام خداوند خیرت بخش به خیرت نواز، من هم از شما تشکر میکنم که یک پنجره باز کردید که امکان صحبت امثال من که شاید تو مجال رسمی ذکر برخی نکات که لازم مردم بدونن نیست رو گشوده اید و به سهم خودم تشکر میکنم. زنده باشید. من ممنون هستم تشریف آوردین. خب اگر موافق هستید از مقطع و دوران و روزگار روزنامه نگاری شروع بکنیم. تقریبا من و شما به یک اعتبار روزنامه نگاری رو یه شکلی با هم انگار شروع کردیم، شما در یک روزنامه، من در روزنامه دیگری در دهه 60. خب شما در مؤسسه کیهان تشریف داشتین و مسئول بخش ادب و هنر بودین تا یک مقطعی و بعد هم مسئولیت انتشار ماهنامه کیهان فرهنگی رو به عهده گرفتین. خب کیهان فرهنگی برای نسل ما یک ماهنامه به شدت خاطر انگیزه، چه اون شماره هایی که آقایان شمس الواعظین رخصفت و مرحوم حسن منتظر قائم به اصطلاح تهیه می کردن و چاپ می شد و ما ماه به ماه با یک شور و شوقی منتظر بودیم بیاد و با ولع می خواندیم و بعد هم که به اصطلاح حالا به دلایلی که حالا اگر لازم بود شما اشاره می کنید که
یک جایگزینی اتفاق افتاد و شما ادامه دادید کار رو. از اینجا میخوایم شروع بکنیم. باشه، عرض کنم که من اگه بخوام به پیشینه کار روزنامه اشاره مختصر بکنم، خب پیشتر از اون که من کیهان باشم، من در مجله اطلاعات علمی که مؤسسه اطلاعات منتشر میکرد مرحوم دایی رحمتشون کنه، و بعد دانشگاه انقلاب و مجلات شاهد، و بعد در سال 1364 ما به دلیلی که حالا دوستانی که در کیهان بودن و من اونجا با گروه از دانشجویان رفته بودیم بر کمک کنیم به دوستان جبهه و جنگ، ما رو انتخاب کردند و حال ما اومدیم. اون زمان هم دوره جناب آقای خاطبی بود که نماینده امام در مؤسسه کیهان بودن، و آقای دکتر سید محمد عسقری سرپرست مؤسسه کیهان بودن که من وارد مؤسسه شدم، و همینجور که اشاره فرمودید در بخش ادب و هنر روزنامه کیهان که اون زمان شخصیت های خوبی در تحریریه بودن، و من یادم حالا در سرویس ما که جناب استاد میرشکاک بودن، آقای شهرام شارخداش بودن، جناب آقای دکتر سید دکتر داکانی بودن، و در سرویس های دیگه مثلا آقای یونس شکرخا سرویس خارجی بودن، بین‌الملل بودن، بله، آقای فریدون صدیقی قسمت سیاست روز بودن، آقای دکتر فرقانی گزارش بودن، و جمع خیلی خوبی بودن که مرحوم کاظم محتمد نژاد هم آمده شد داشتن. و اون زمان ما تو ادب و هنر، خب روزنامه کیهان میدونید که اون زمان بیشتر به جناح چپ بیشتر گرایش داشت، و شما حالا تو رسالت بیشتر راست بود، و جمعه که اونجا بودن، حالا من یادمه که از دوستانی یاد بکنم استاد محمود گلاب در رئی می اومد اونجا که خدا رحمت کنه، استاد قصه داشتیم استاد نادر ابراهیمی، و جو بدی نبود. به هر حال با دوستان ما جلسات مختلف شعر و داستان داشتیم، و اون دهه 60 دهه پر خاطره است که بعد از اینکه یک حادثه پیش اومد که روزنامه ها و مجلات باید مدیر مسئول تعیین میشد، چون پیش از اون مدیر مسئول خیلی باب نبود در کیهان فرهنگی رم، که خب دوستان قبل که اسم اسامیشون شما اشاره کردید زحمت فراوان کشیده بودن، و این مجله کیهان فرهنگی رو اولین بار که در سال 1363 بله منتشر شد، با روزنامه منتشر میشد، یعنی بیش از زمیمه روزنامه بود، و بیش از 1,300,000 تیراژ داشت، و این خیلی کار خوبی بود، یعنی هر جا روزنامه میرفت این مجله هم همراهش بود رایگان. و من یادمه که اولین شخصیت در اونجا آقای دکتر سید محمود سید دکتر سید جعفر شهیدی بودن، و خب به دلایلی دوستان که اون زمان هم اشاره کردم آقای خاتمی هم اصرار داشتن که یک مدیر مسئول تعیین بشه، و این دوستان به هر دوست نداشتن که این کارو بکنن. واقعا دلیل این بود که آقای شمس الواعظین یه بخشش این بود جدا شدن از کیهان، یا دلایل مهمتری بود دیگری بود؟ یه بخشش این بود، یه بخشش هم بحث قبض و بسط شریعت و مقالات آقای دکتر سروش بود که خب یک مشکلاتی رو ایجاد کرده بود در سطح کشور به زعم اونها، و اینها دوست نداشتن که این تداوم پیدا بکنه، و میخواستن یک نفر مسئولیت بپذیره، چون اونجا نوشته بودن به اهتمام دوستان، و مقرر شده بود که وزارت ارشاد تأکید داشت که باید یه نفر پاسخگو باشه. بنابراین دوستان به دلایل یک سال مجله کیهان فرهنگی رو تعطیل کردن. این دلیل سوال میکنم که به هر حال اون زمان که جناب آقای خاتمی نماینده رهبری بودن تو امام بودن تو مؤسسه کیهان، همزمان وزیر ارشاد هم بودن. بله بله همینطوره، میتونستن خب مثلا این رو خیلی راحت رفع و رجوش بکنن، نیاز نباشه مثلا مدیر مسئول، چون میشدن غمزه این کرد چشم پوشی کرد. حالا چون خودشون اتفاقا وزیر بودن، میخواستن که این قانون چون اولین بار قانون داشت اجرا میشد، خودشون میخواستن مقید باشن به رعایت قانون، و الا خب رفتار خیلی دوستانه داشتن، خیلی بلد. مشکل خاصی هم نبود، منتها بحث های فلسفی و موارد دینی و الهی که اونجا پخش میشد و منتشر میشد، به خصوص بحث قبض و بسط که آقای دکتر سروش تازه شروع کرده بودن، خب با در حوزه نظرات و حال مخالفی داشت که من یادم هم آقای صادق لاریجانی اون زمان جوابی میدادن، آقای جوادی آملی و غیره، آقای حسین غفاری، بله خیلی ها، و این به مذاق برخی بر حال خیلی خوش نیامده بود، آقای عطاالله کریمی، بله بله پاسخ آره. میدادن بله.
و به هر حال از ما خواستن که شما بیاید اینو را بندازید که به هر حال این پیشینه و این مجله که واقعا مجله خیلی خوبی بود تداوم پیدا کنه. من هم حقیقتش کانادا قبول شده بودم دکترا و اصلا گفتم این دوستان همراهان ما هستن، ما نمیتونیم به هر کاری که حالا به هر حال همراه بچه‌هایی که ما تو تحریری همزمان کار می‌کردیم و به خصوص که اینا ما رو اونجا آورده بودن نمی‌خواستیم یه کاری بکنیم که اینا ناراحت بشن. رابطتون با آقای شمس الوازی اینا چطور بله. اونجا ما گفتم که آقای اصغری ما سه شماره در میاریم بدون اینکه اسم ما زده بشه، این منتشر بشه فقط به خاطر اینکه این راه بیفته و ما نه له یا علیه کسی هم نیستیم. ما هم مقالات آقای دکتر سروش رو می‌زنیم، هم مقالات آقای دکتر داوری رو می‌زنیم و تعاطی آرا بشه. و اگر شما به اون تاریخ نگاه بکنید که در سال 1370 این مجله منتشر شد و با گستره خیلی وسیع و پردامنه، ما از همه دوستان قبلی تشکر کردیم و تقریبا همه اساتید برجسته قبلی رو، من یادم علامه محمد تقی جعفری، استاد احمد آرام، دکتر سید جعفر شهیدی، دکتر مهدی محقق، همینا که قبلا مراوده داشتن، آقای دکتر داوری و غیره منتشر کردیم که همین آقای شمس الوایزی، من یادم اون زمان سردبیر کهانم بودن، تشکر کردن و زنگ زدن گفتن ما فکر نمی‌کردیم اینجوری در بیاد، فکر می‌کردیم شما به هر حال علیه ما مطالبی می‌نویسید. گفتیم نه، ما آدم فرهنگی هستیم و این زحمات و دوستان قبلی رو هم ما قدردانی می‌کنیم، ولی می‌خوایم که یک مجله‌ای باشه که تعاطی آرا باشه، اینجور نباشه که یک مقاله یک شخصیتی زده بشه و بعد در نقد اون اگه متنی میاد یا مطلبی میاد به هر حال بی اعتنایی بشه. بله. چند سال شما کنار فرهنگ تقریبا اونجا ما 6 7 سال واقعا کار کردیم. ویژه‌نامه‌های خوبی، من یادم ویژه‌نامه فرهنگ مصر، ویژه‌نامه فرهنگ تاجیکستان، ویژه‌نامه فرهنگ هندوستان و کار بزرگی کردیم. و دوستانی که همراه ما بودن، آقای دکتر داکانی، آقای قاسم علی فراست، آقای کامران شرف‌شاهی و دیگران، آقای مهدی مقدم، و تقریبا تیراژمون اوائل تا حدود 200,000 بود. ولی ما که مستقل از روزنامه بله مستقل شد که میدونید بعد اول که حالا 5 تومن زدن به جلد مقوایی بود، بعد دیگه جلد کاغذی شد و بعد دیگه مستقل شد. و در اون زمان 2-3 تا مجلده ما داشتیم، یه نشر دانش بود، ما بودیم که آن فرهنگی که خب به اقصای ایران این مجله ارسال میشد و مشی ما هم مشی کاملا فرهنگی و غیر سیاسی بود. و بعدش هم روزنامه اطلاعات اوایل دهه 70 ادبستان رو منتشر کرد. بله، ادبستان آقای سید احمد سام. بله، اون طرف هم اون جناح هم آدینه و دنیای سخن و اینا منتشر میشد. در مجموع 4-5 تا مجله نبود. کلک هم داشتیم اون موقع. بله، کلک هم که آقای علی باشی بله بعد ها در بودن که منتها دوستانی که جدید اومدن حالا اونجا انتظارشون این بود که ما بازی مش خاصی سیاسی بگیریم که خب نه در توان بود نه من علاقه و علقه‌ای به این کار سیاسی در حوزه فرهنگ داشتم، که در نهایت دیگه به هر حال عذر ما رو خواستند و ما اونجا رو ترک کردیم. یعنی چه عذرتون خواستن؟ کی؟ زمان چه کسی شما از کیهان منفک شدید؟ خب اگه بخوام حس ببرم، این استاد حالا جناب آقای شریعت مداری که هنوزم تشریف دارن و اون زمان هم یک مشاوری داشتن جناب آقای شایانفر، که خب انتظارات اونا رو ما نتونستیم برآورده کنیم و من مشی خودم رو داشتم به همین حالا اگر نگاه چی بود انتظارشون آقای اسعدی؟ خب دوست داشتن افرادی چهره بشن که به نظر ما یا به نظر گروه ما شایستگیشو نداشتن و ما خیلی تلاش میکردیم که این افرادی که به عنوان چهره های شاخص فرهنگی، خب ببینید از آقای استاد احمد آرام یا دکتر شهیدی یا دکتر گنجی و شخصیت های دیگه که بودن، واقعا آقای بیرش، استاد احمد بیرش، اولینش فکر کنم که زمان آقای شمس الوازی پروفسور عبدالجواد فلاطوری بود، فکر کنم فلاطوری هم بود بله یا نه شما نه من فکر کنم آقای شهیدی بودن، چون من با استاد مرحوم علامه محمد رضا حکیمی صحبت کردم، اولین شخصیت رو به ایشون پیشنهاد کرده بودن و ایشون چون همیشه گریزان بودن از طرح در نشریات، که البته ما ایشون رو بعد آوردیم، یعنی اولین بار مکتب تفکیک رو ما مطرح کردیم، یک ویژه‌نامه منتشر کردیم و ایشون قبول کردن، البته بدون اینکه عکسشون رو بپذیرن که چاپ کنیم، ایشون گفتن که من پیشنهاد کردم آقای دکتر شهیدی باشن به جای من. بنابراین دوستانی که اونجا بودن، اصلا جو روزنامه دگرگون شد با رفتن آقای اصغری و
آقای خاتمی، و خب ما هم که به حال آدم های مستقلی بودیم و تلاش های خیلی حالا واقعا خالصانه و صادقانه می کردیم، خیلی دوست نداشتیم که به حال مجله و روزنامه ذیل یک تفکر خاص اداره بشه. راه بسته بود، یعنی اینقدر بله دیگه، عملاً دیگه به ما گفتن که شما، حالا من یادم یه دفعه گفتن دیگه شماره آخرتونه و استعفا کنید و بالاخره یه جوری خاتمه به خیر بشه. که حالا من یادمه که بعدن که من این طرح چهره های ماندگار رو نوشتم، و البته همینجا من باید تشکر کنم از آقای شریعت مداری، برای اینکه اگر اون اتفاق نمی افتاد من خیلی مشکلات داشتم، چون من اونجا یک حقوقی می گرفتم، حالا 27-28 تومنی، یک ماشینی رنوی به من داده بودن، واقعا من بام تا شام کار می کردم و یک دفعه اصلا شوکه شدم، یعنی خب ما چه کرده بودیم؟ نه دزدی کرده بودیم، نه اختلاسی کرده بودیم، نه خبط و خطایی کرده بودیم، به چه دلیل؟ تو خط خوشش رو نمیدیم، حرف گوش نمیکردیم، این مهمتر دیگه، حالا گوش نمیکردیم بله. همین جرم بزرگ، خطا از این بزرگتر بله. و واقعا از ایشون ما تشکر و قدردانی میکنیم، و اگر او اتفاق نمیفتاد خب شاید ما هنوز همون موقعیت قبلی و الان دیگه بازنشستم شده بودیم. ولی من بعد از اون دیگه هیچ مسئولیتی قبول نکردم. من یادمه که در خلال این سالها و ماها، خب البته با اون تجربه‌ای که داشتیم با دوستان، و من یادمه آقای دکتر صادق آینه‌وند و آقای دکتر سید جعفر شهیدی و استاد حکیمی، خب ما جوان بودیم، اینا رو به عنوان مشاوران خودمون گرفتیم، گفتیم که ما در حدی نیستیم که به هر حال بتونیم این پایه عظیم، چون فرهنگ عظیم اسلامی رو ما داشتیم، معرفی می‌کردیم، شناسایی می‌کردیم و می‌شناسوندیم. این دوستان بودن در واقع کنار ما، و ما یه چهره سازی خوبی در خلال اون سالها کردیم و من الان خیلی خوشحالم. ولی خب به هر حال دوستان تمایل نداشتن و بعدم دیگه مجله دیگه رو به افول گذاشت، دوستان دیگه اومدن و الان نمیدونم در چه نه شما که آمدید دیگه کیهان فرنگی تقریبا موتورش آمد زمین، یعنی با اینکه خب من هنوز با اشتیاق می‌خریدم، می‌خوندم، اما دیگه اون کلام فرنگی نشد که نشد. ما واقعا همینجوری اشاره کردم با دوستمون آقای داکانی و آقای قاسم علی فرستاد از استادان ادبیات داستانی، یعنی جب به شما خودتون بود اون دهه 60 و 70 واقعا افراد خالصانه کار می‌کردن بدون چشم داشتی. و ما من یادم بعضی وقتا از فرط خستگی من تو خیابون مثلا می‌خواستم چند دقیقه بخوابم برم منزل، خوابم می‌برد تا صبح دوباره برمیگشتم. و بعد این نتیجه شد که من دیگه اونجا تصمیم گرفتم دیگه هیچ مسئولیتی رو قبول نکردم، و خوشبختانه تا امروز هم جز مشاورت خیلی حالا جاهای فرهنگی که دوست داشتم و علاقه داشتم نپذیرفتم. و اون بود که بعد این پیشینه یک خمیرمایه شد برای این برنامه چهره‌های ماندگار که الان در خدمتتون هستم. خب رسیدیم به اون بزن به بنده اوج کارنامه و فعالیت آقای محمود اسعدی در حوزه فرهنگ. کیهان فرنگی خیلی کار بزرگی بود، اما کیهان فرنگی بنیادش برای شما نبود، دیگران دوش. بنیاد گذاشته بودن، زحماتی کشیده بودن و شما آمدید، بعد خدا قوتشون هم بده شما آمدید مسیر رو ادامه دادید. اما پس از کیهان فرنگی یک کاری رو شما سامان دادید در صدا و سیما، پیشنهادی رو مطرح کردین به رئیس وقت سازمان صدا و سیما آقای دکتر علی لاریجانی، و ایشان هم با هوشمندی و با ذکاوتی که داشت پذیرفت پیشنهاد شما رو، و اون یک کار عظیم فرهنگی به نام چهره های ماندگار. از آغاز بگید چه چیزی در ذهنتون بود، چه اهدافی، حالا چه روی کاغذ چه در اون ساختار ذهنتون وجود داشت که به همچین موضوعی رسیدین؟ بله، حقیقتا اون دوره روزنامه نگاری چه پیش از کیهان فرنگی چه در خلال اون چند سالی که من با این بزرگان هش و نش داشتم، و در واقع اصلا من با این بزرگان بزرگ شدم، خیلی توفیق ارجمندی برای من بود که همیشه با این افراد چه در داخل چه در خارج مراوده داشتم، مصاحبه میکردم، مکاتبه میکردم. و این دوره من دیدم که این اغلب این عزیزان گوشه نشین منزوی در مسائل اقتصادی بسیار مشکلات وسیع و پردامنه‌ای داشتن، حتی برای
معمولی ترین کارهای زندگیشون مونده بودن. من از طرفی خب برخی افراد خب شهره بودن، مشهور بودن، حالا در مجامع مختلف شرکت میکردن، ولی من دیدم خیلی از این استاد علوم انسانی، افرادی که نسخه های خطی عظیمی رو کشف کرده بودن، تصحیح کرده بودن، کمک کرده بودن به تعالی فرهنگ ایران و اسلام، اینا گوشی نشینن و من میخواستم یک چراغی بندازم اینا بیشتر دیده بشن، هم مسئولین و هم مردم به اینا متوجه باشن که به هر حال یک خیلی عظیمی از این مردم، از این نخبگان و بزرگان اینا تو گوشه کنار مملکت دارن زحمت میکنن، هیچ کس به اینا اعتنایی نمیکرد. ما در کیهان فرهنگی، من حالا این حادثه کیهان فرهنگی و چراغ ماندگار چجوری به هم اتفاق پیدا کرد، این دلیل بود. یه دفعه آقای لاریجانی اون زمان وزیر بودن، ما ارتباطی با ایشون نداشتیم، بازدیدی میکردن از مؤسسه، اومدن که کیهان فرهنگی، گفتن شما چیکار میکنین اینجا؟ گفتیم ما هر دفعه یه نفر میرم رو جلد. بعد گفتن خب من شاید برم صدا و سیما، از ما چه انتظاری داره؟ گفتم هیچ، دو تا دوربین. اینا ما بنده خدا، من یادم همون زمان از صد خورده گفتگو بیش از 60%شون فوت کرده بودن و ما فقط یه نوار کاست از اینا داشتیم. هیچ، گفتی بابا عصر رسانه‌ها و ارتباطات تو سخنرانی ها همه میگن مهم است و فلان، این چه جوریه که گفتن شما به مسی که اسم منو خوندن از صدا سیما شما بیایید و به هر حال من کمک میکنم. ما هم گفتیم این در اعداد بقیه مسئولین که میان به هر حال سان میبینن و حرفای میزنن، وعده میدن تو اینها. ولی دقیقاً روز سه‌شنبه روزی بود که از دفترشون زنگ زدن و گفتن شما بیایید و منم یک کاغذی همونجا آماده کردم، سه تا طرح نوشتم. یکی همین چهره ماندگار بود که گفتم اینا رو همین مجله کیهان فرهنگی رو ما به صورت تصویری در بیاریم. شاید اولین مجله تصویری علمی فرهنگی این باشه، همین برنامه چهره ماندگار که در خلال سال 1973 تا 76 و 7، این البته از خیلی ساعت دیر، چون میگفتن مخاطب نداره، مثلا ساعت 11 تا 12 شب، و اون نوار یوماتیک و اینا ما تهیه کردیم و این مجموعه بسیار خوبی شد. یعنی من یادم علامه جعفری اولین بار گفتگو تلویزیونی ما باشون کردی و مثلا من که رفته بودم خونهشون اینو گفتم ما یک کمی مثلا از اون منزل در بیایید، کمی برید با نباها همراهی کنید، باقی باغچه‌ای، مگه من هنر پیشم؟ گفتم حالا به حال این خستگی در بده خلاصه. و اولین باری برنامه ساخته شد و مستندی به نام چهره‌های ماندگار و مجله فرهنگی در شبکه دو، قبل از اینکه برنامه به نام چهره‌های ماندگار برگزار بشه. بله، اصلا این برنامه یک برنامه مستقل تلویزیونی بود که حدود 120 نفر شدن اینا. البته من با آقای دکتر لاریجانی صحبت کردم، گفتم که اجازه بدید که افرادی که حالا ممکنه به زعم شما افرادی باشن که حالا ممکنه ضعف‌هایی از نظر شما داشته باشن یا ضعف‌هایی از اونها به سیستم شما داشته باشن، این دو گروه رو اجازه بدید ما باشون گفتگو کنیم، حالا اگه خواستید پخش کنید، نخواستید پخش نکنید، ولی اینا آدمای بزرگی هستن، اینا شاخصه‌های فرهنگ و به هر حال تمدن ما هستن. در واقع گفتید خط‌کشی سیاسی رو بردارید. بله، و ایشون خیلی باعث صد کمک کردن. من یادم هست که حالا شما حتما به خاطر دارید که اون زمان برنامه تحت عنوان هویت پخش میشد. این برنامه خیلی خیلی افراد رو آزرده کرده بود. من یادم منزل استاد زرینکوب بودم، برای همین مستند داشتیم باشون گفتگو میکردیم، گفت که اسد این چی جوریه، اینا دارن میگن تو فراماسونری پخش داره میشه، شما داری زندگی منو میسازی. گفتم استاد در مملکت هر کس باید کار خودش رو بکنه، من نمیدونم اونها، ولی به هر حال این خیلی برنامه بدی بود. بله، اون برنامه و بعد حتی من با آقای دکتر لاریجانی هم گفتم، ایشون هم گفتن که من متاسفم و خودم هم در جریان نبودم. تا من حالا گفتین، من یادم میاد خیلی ما که حوزه فرهنگ بودیم خیلی آزرده شده. من یادم میاد تماس گرفتم با مرحوم دکتر ندوشن، خدا رحمتشون کنه، اسلامی ندوشن، بعد آقای اسلامی ندوشن، گفتم آقای دکتر من به سهم خودم، با اینکه به من ربطی نداره، ولی از باب اینکه شما افرادی مثل شما، مثل آقای زرینکوب و چند نفر دیگه اینجا زخمی شدین، اسوا ادبی شده، حرفای نامربوطی زدن، یه مجله دارم، مجله سینمایی دارم، این مجله در اختیار شما، هر چی میخواید به اون برنامه هویت جواب بدین، نه جواب نمیخواید بدین، میخواید به اصطلاح یک مطالب بنویسید اینجا، به اصطلاح
که خب تشکر کرد و خب مردم بود که به هر حال ما که دوستدار حوزه فرهنگ و هنر و این افراد بودیم خیلی آزرده شدیم، حتما خودشون که خیلی خیلی بیشتر. بله بله. حالا در چنین جوی ما می‌خواستیم چنین کاری رو بکنیم. من با آقای دکتر لاجانی گفتم حقیقتش اگر به من اختیارات کامل بدید، یک فرصتی هم بدید، من این کار رو ساماندهی می‌کنم. گفتن باشه. گفتن اول اینکه یک ساختمان ما باشه خارج از سازمان، ما باید جایی باشیم که با اینا صحبت کنیم، هدفمون رو توجیه کنیم، بگیم که ما برای وصل کردن اومدیم، نیومدیم که کار به هر حال منفی بکنیم. ما یه ساختمان یک سال قبل ما هر هفته جلسه داشتیم. یعنی کیا بودن اون جلسات رو؟ این جلسات جلسات بسیار خوبی بود، از اساتید بزرگی. ببینید مثلا هر هفته اهالی یه رشته رو ما دعوت میکردیم. مثلا یه هفته رشته فلسفه، آقای دکتر دینانی، دکتر کریم مجتهدی، دکتر اهوانی و از دوستانی که حالا صدا سیما بودن، آقای جعفری جلده، آقای محسن مهاجرانی، آقای دکتر پورحسین که از شبکه 4 بودن و رئیس ما بودن در واقع، و از خودشون میپرسیدیم که شما میخواییم که همچه برنامه ای رو تنظیم کردیم. البته من طرح رو به جزئیات نوشته بودم، ولی میخواستیم که یک الفتی پیش بیاد، یعنی اینا حس نکنن که ما میخواییم یک نفر رو چهره کنیم و دیگران رو نه. گفتیم ما میخواییم که از بین شما کدوم ارجح سالی، حالا این انشاءالله تداوم داره، ولی شما خودتون بگیم. و این اجماعی میشد، همه اهالی هر رشته خودشون احساس میکردن که من یادمه آقای دکتر داوری، خب اون زمان رئیس فرهنگستان هنر بودن، رئیس فرهنگستان علوم بودن. البته من همینجا بگم که من در اون طرح نوشته بودم 3 شرط اساسی گذاشته بودم. یک اینکه سران قوا نباید شرکت بکنه، در این جلسه نباید باشه. همه دوست داشتن سران قوا باشن، اصلا یک امتیاز محسوب میشد. من گفتم نه. گفتم آخه چرا؟ گفتم برای اینکه این استاد اولا که نیازی به این دوستان ندارن، بعدم این سران که میان تمام اینا رو میگردن، دو مراسم و حراست و کیف و کفش و کلاه اینا آزرده میشن. بذارید یک جلسه کاملا غیر سیاسی باشه. و من یادم استاد که یادشون گرامی باد، من شنیدم کسالت دارن، استاد محمود فحشجان که ما در سال 1380 خواستیم ایشون رو چهره کنیم، گفتن کی به ما جایزه میده؟ گفتم هر چی شما بگید، ما کسی رو نداریم. گفت که من اگر حالا یه آقایی بود که قرآن میخون، آقای طباطبایی حافظ قرآن بودید، الان البته خیلی بزرگ شدن، در سال 1380 تقریبا 9-10 سال بعد یادمه. بله یادمه. گفتن ایشونو میتونی تلویزیون من قرآن بله گفتن ایشونو میتونی پیدا کنی، اون بیاد به من جایزه. اون زلال و پاک و گناهی نکرد، اون خوبه. گفتم باشه، شما شرط از نیویورک ایشون می‌خواست بیاد. گفتم باشه، من میرم آقای طباطبایی میارم. و اگر نگاه بکنید جایزه رو آقای طباطبایی به استاد فحشجان میده و خیلی استاد خوششون اومد از این کار. حالا یک شرط بود. شرط دوم این بود که پخش مستقیم تلویزیونی بود باشه. تا پیش از اون فقط فوتبال پخش مستقیم میشد. روی این شرط بیش از یک سال ما موندیم، قبول نمی‌کردن. این مقاومت. بله، میگفتن آقا شما پخش مستقیم چجوری کنترل میکنید؟ برخی اساتید اینا بعضیشون نظرات متفاوتی دارن و غیره. شرط سوم هم این بود که گفتم والا از بس به اینا نهج البلاغه و قرآن و این چیزایی تهدید دادید، اینا پر خوناشون کیف و ایناست، اینا من میبینم زندگیشون بسیار مشکل زاست از اقتصادی، ما بیا به این بهانه به اینا یک هدیه خوبی بدیم، چون اینا عزت نفس بالایی دارن، نمیشه همینجوری مستقیم کمک کرد، یه بهانه خوبی. دو تا شرط اول و دو سوم رو قبول کردن، یعنی عدم حضور سران سقوا. و اینو اگه نگاه بکنید در همه همایش‌های ما لحاظ شده، یعنی حتی یک دوره‌ای که آقای حدادادی رئیس مجلس بودن ما ازشون خواستیم که تشریف نیارن و حتی گفتن من میام عقب میشینم، گفتیم نه نمیشه، حالا شما عقب هم بشینید، بالاخره جزء رئیس مجلس هستید. و خیلی ما تأکید و تکیه کردیم که این شرایط که میذاریم اجرا بشه. و شرط سوم بعد از یک سال خورده ای، من یادم اون زمان آقای جعفری جلوی بودن شبکه 2، گفتم خودم من تضمین میکنم اگر به حال نگران نباشی. آره. و این بود که در سال 1379 طرح تصویب شد. و حالا چرا این کار
خب همایش خیلی برگزار میشه، شما میدونید ده ها همایش در روز برگزار میشه، ولی ما خیلی به جزئیات توجه کردیم. من تمام وقتم راجع به این همایش گذاشتم. در اون ساختمان که ما گرفته بودیم، خب آقای دکتر لاجنی گاهی تا دوی نصف شب خودشون میان حضور پیدا میکردن، گپ و گفت میشد، قهوه‌ای میخوردن، صحبت میکردن راجع به مسائل مختلف، و ما توانستیم اون جب رو یک مقداری تلطیف یا تعدیل بکنیم. خب البته از این طرف باز ما هیچ وقت رسانه‌ای هم نمی‌کردیم، چون گفتیم رسانه‌ای بکنیم، چون این طرف هم حالا روشنفکران بودند و یک سری دگراندیشین، اونا به اصطلاح اونها مخالف بودند که اصلا تلویزیون با این وضعیت و با این پخش هویت و اینا چه نسبتی داره با بزرگان و نخبگان و اهالی فرهنگ و اندیشه. و من یادمه که تقریبا 10 روز به مراسم مونده بود، اولین مراسم، بله، آقای پروسن اعلام کردن، چون آقای پروسن که رئیس ما بودن و من فقط طراح بودم و مجری برنامه و ایشون رئیس ما بودن هم در امور اداری و هم در امور مالی، و بعدم آقای دکتر لاجانی که رئیس کل سازمان بودن، اما کارها رو خب طبیعتا من انجام میدادم. ایشون یه دفعه مصاحبه کردن و من یادمه که در بعد از اون مصاحبه ده ها تماس از مخالفین و موافق، حتی آقای دکتر داوری یه دفعه گفتن آقا چی شده، اینا کی هستن، چه میخواین چیکار بکنید، نکنه همون کاری کیهان فرنگی و کیهان و اینا رو میخواد انجام بشه و اینها، و از اون طرف هم که دیگه حجمه وسیعی که این کار انجام نشه، یعنی میدونستن که به هر حال این برنامه اگر به هر حال خوب برگزار بشه یک جبر رو به هر حال تلطیف میکنه. و من یکی یکی میرفتم سراغ اونها. ما اولا که گفتن چرا تلویزیون، تلویزیون کارش این نیست، ما وزارت ارشاد داریم، وزارت علوم داریم، البته اون زمان هنوز بنیاد نخبگان نبود، بله. بنیاد نخبگان 3 سال بعد از مراسم ما، شاید یکی از دلایلش هم همین بود که برپا شد. من با اینا یکی یکی صحبت میکردم. من رفتم پیش آقای دکتر لاجانی گفتم اجازه بدید ما فرهنگستان ها و دانشگاه تهران رو دخیل بکنیم و دانشگاه شریف رو. گفتن شما هرچی میتونی برو انجام بده. من رفتم پیش میرحسین موسوی که رئیس فرهنگستان هنر بود، آقای ایرج فاضل رئیس فرهنگستان علوم پزشکی بودن، آقای دکتر حبیبی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و آقای دکتر داوری. گفتم اصلا هرچی شما بگید، ما حلقه وصلیم، تلویزیون رسانه است، شما بگید ما کی رو انتخاب کرد. به هر جو خوب شد و مراسم بسیار خوب برگزار شد و همینطور بگم که خب ما در همه عرصه ها، مثلا من اولین بار ما فوتورومان رو اونجا باب کردیم، یعنی از وقتی که اون 30-40 ثانیه‌ای که حرکت میکرد تا میرفت ما فوتورومانی ساخته بودیم با یک موزیک خاص پخش میشد. و حتی من به آقای دکتر لاریجانی گفتم که اجازه بدید در این مراسم این معاونین شما، این مدیران شما یا نیان یا اون بالا گوشه ها بشینن. شما خب شما خودت بگو ببینم. گفتم والله اگه من بگم ممکنه دم در من راه ندن، شما خودتون اینو بفرمایید. و اگه شما دقت کنید برای نخستین بار افراد استاد و همه صف اول هستن، بعد با دوربین ها ما هماهنگ کرده بودیم که رو اساتید کار بکنن، و مراسم هم در فرم هم در محتوا، مثلا ما یک گروه تشریفات درست کرده بودیم که استادا رو از 4 ساعت قبل میرفتن آماده میکردن، میآوردن و میبردن. شما اگر در همایش های دیگه نگاه میکنید بعضا اسم و طرف رو میخونن میبینن نیست، یک مورد حتی ما نداشتیم که اسم کسی خونده بشه و در سالن حضور نداشت. با عزت و احترام میرفتید میآوردید، بعدش هم با عزت و احترام میبردید منزل. منطقا شما یک هیئت داوری، هیئت انتخابی داشتید. یک اشاراتی البته آقای دکتر پورحسین کردن، حالا من به بینندگان فراموش کردم عرض بکنم که در گفتگو بنده با آقای دکتر پورحسین داشتم، یک به شکل گذرا درباره چهره ماندگار صحبت کردیم، ایشون هم یه توضیحاتی دادن، منتها چون طراح و ایده اصلی از آقای اسعدی بود گفتیم یک برنامه خاص رو اختصاص بدیم به چهره‌های ماندگار به اعتبار ارزش خود اون کاری که انجام شد و متاسفانه البته تعطیل شد، که حالا تعطیلاتش هم دلایلش رو با آقای اسعدی واکاوی می‌کنیم. آقای پورحسین اجمالا توضیح دادن چه هیئتی مرکب از چه افرادی این چهره ها رو که در رشته های مختلف بودن انتخاب میکردن. ببینید همینجوری که آیا فقط مثلا خود تو ساختار سازمان صدا و سیما اتفاق میافتاد یا نه؟ نه، همینجوری که اشاره کردم، ببینید طرحی که من نوشته بودم، خب من ممیزات آدم ها رو در همون افرادی که قبلا باشون گفتگو کرده بودم در اون برنامه چهره های ماندگار یا مجله فرهنگی، بیشتر اون
ممیزات رو در نظر داشتم، حدود 20 تا مشخصه ما آوردیم رو کاغذ که در دو بخش بود. یه بخشی که مربوط به حال شخصیت و پیشینه زندگی اون استاد بود و یک بخش هم که راجع به خود اون اساتید بود. در این بخش هم باز دو تا قسمت ما داشتیم، یکی بخش فرهنگ و هنر، یکی بخش علمی که دانشگاهی بود. خب از طرفی دانشگاه ها هم بودن، ما دانشگاه های مطرح کشور رو به کمک گرفتیم، بعد چهار فرنگستان کشور و بعد انجمن های علمی. می‌بینید حدود 300 تا انجمن داشتیم، انجمن شیمی، انجمن فیزیک، انجمن زبان ادبی فارسی، انجمن روانشناسی و غیره. ما از همه اینا نظرخواهی می‌کردیم ولی اجماع بود، یعنی ما می‌خواستیم که یک نفر، چون هر سال در یک رشته فقط یک نفر. بله بله. البته در اون دوره‌های اول تا سوم تقریبا ما مشکلی نداشتیم، چون هم اون شخصیت ها آدمای خیلی مشهوری بودن، مثلا استاد محمود فرشجیان، آقای دکتر مهدی محقق، خب اینا آدمایی بودن که کسی رو اینا تعریضی نداشته، خودشون شماره یک بودن. آره. دیگه بله. و به خصوص در زمان آقای دکتر لاریجانی ما میتونم بگم هیچ مشکلی نداشتیم، حتی یک نفر رو من یادمه به آقای دکتر لاریجانی گفتم ببینید این برنامه رو اجازه بدید که دخالت نشه، یعنی ما دیگه فردا از دفتر شما نشنویم میگیم آقای فلانی مثلا آقای فلانی رو مثلا شما بگنجونید. گفت من هیچ دخالتی نمی کنم و واقعا هم هیچ دخالتی نکردن. هیچ دخالتی نکردن. نکردن. حتی یک نفر رو من یادمه معرفی کردن که من رفتم پیششون گفتم به این دلایلشون صلاحیت نداریشون پذیرفتن. بعدها خیلی حرف بزرگی دارید میزنید، واقعا هیچ دخالتی نکردن. هیچ وجه، یعنی من اینو با قوت میگم، آقای پروسینم که رئیس ما هستن شهادت میدن و من خیلی تاکید داشتم. اصلا ببینید این برنامه حالا ممکنه بعضی آدم ها به دلایلی حالا کسانی بگن که شأن اینا نبود یا حدشون اینا نبود، ولی در دوره اول تا سوم که آقای دکتر لاریجانی زعامت این کارو به عهده داشتن به هیچ وجه دخالت نکردن و ما دستمون کاملا باز بود. ممکنه ما خط و خطایی کرده باشیم، اسامی هست الان شما در اینترنت و حالا مجلاتی که در اومده مشخصه، ما در حدود 230 نفری که انتخاب کردیم اون دوره اول. البته دوره اول و دوم و سوم هم خیلی تعداد زیاد بود، یعنی 45 نفر و 42 نفر و 40 نفر بودن، نیمی از اینها در اون سه دوره بود. یعنی تو هر به صدا مراسم 40 خورده ای به صدا در رشته های مختلف تجلیل میشد و به صدا با اون چهره ماندگار معرفی میشد. همینطوره. حالا من اینجا اشاره بکنم، حالا دوست عزیزمون آقای بروسین که ریاست ستاد رو به عهده داشتن، در جلسه قبل که من مصاحبه شما دیدم، خب ما از آقای عثمان و آقای فرهنگ شریف به عنوان افرادی که در جلسه فقط حضور داشته و مراسم اجرای موسیقی داشته باشن استفاده، نه اینا چهره ماندگار نشدن، که من تصحیح بکنم همینجا که در بخش موسیقی ما خیلی کارهای اساسی کردیم. حالا استاد فرهنگ شریف فکر کنم فوت کردن، آقای فرهنگ شریف که اونجا مراسم خیلی خوبی رو اجرا کردن، استاد جلیل شهناز، استاد کسایی، و این بخش موسیقی ما بود. ارکستر سمفونیک ما داشتیم که استاد علی معلم شعرش رو میگفتن و برنامه های جنبی بسیار جذابی. حالا به جنبی ها میرسیم آقای اسدی عزیز. میشه لطف کنید اگر منطقا خوب یه خود دشواره، چون تعداد تو هر برنامه چهره ماندگار تو رشته های مختلف چون بوده افراد زیادی معرفی می شدن در هر رشته یک نفر، تو حافظتون دارید بعضی از؟ بله بله. ببینید کسانی که مثلا حالا برای افکار عمومی هم نامهاشون آشناست. ببینید ما اتفاقا مثلا تو حوزه موسیقی بفرمایید. بله الان اشاره. ببینید در حوزه موسیقی بیشترین تعداد ما داشتیم، یعنی من حالا دوستانی من یادمه آقای دکتر لاریجانی گفتن که آقای محمدرضا شجریان رو شما نظر داریم، گفتیم ایشون که تو آواز بالاخره شاخص هستن ولی باشون باید مشورت کنیم. خود آقای دکتر لاریجانی تماس گرفتن و ما وقت خدمت ایشون رسیدیم، خب ایشون هم به هر حال رند خراسانی است دیگه، گفت اول استاده منو بیارید بعد من در خدمت شما هستم. من گفتم باشه. به هر سال که ما مراجعه می‌کردیم، خب اساتید ایشون اون زمان همه زنده بودن و ما تقریبا میتونم بگم 90% این اساتید با نظر خود استاد شجریان که خدایش رحمت کند در واقع انتخاب شدن، یعنی واقعا نظر میدن. بله بله. من یادم آخرین فردی رو که ایشون گفت آقای پورتراب رو شما، گفتم استاد پورتراب که دیگه استاد موسیقی و اون کتاب موسیقیشون میدونیم بیش از 60 بار چاپ شده و ایشون هم فوت کردن،
اساتیدی که تو رشته موسیقی بودن، استاد جلیل شهناز، استاد محمد نوری، آقای حسن کسایی، آقای فخرالدینی، آقای تجویدی، آقای ریاهی، استاد دهلوی، آقای مجید کیانی، فریدون ناصری، فرامرز پایبر و مجید انتظامی، و خب استاد پورتراب هم که آخرین کسی بودن. آقای لطفی نبود تو اسامیتون؟ آقای لطفی نه، به خاطر اینکه ما هر سال یک نفر حتی اکثر دیگه، ما می‌خواستیم سال بعد باشه، که البته ایشون هم در آلمان بودن، ولی بله. حالا اون بخشم اشاره میکنم، یک سری افرادی که ممکنه در ذهن بخشی مخاطبین باشن که چرا انتخاب نشدن، اونجا هم اگه خواستید من در خدمتتون هستم. در زمینه شعر، خب استاد قیصر امیرپور، حسن حسینی، آقای نصرالله مردانی، مشفق کاشانی، محمود شاهرخی، منوچهر آتشین، حمید سبزواری، علی معلم دامغانی، نصرالله مردانی، تقریبا البته خب اینا میدونید بعضیش کجتابی‌هایی داشت، مثلا راجع به آقای آتشی مشکلاتی برای ما درست شد، حتی نماینده بوشهر من یادم گفته بود همه اینا رو بود محاکمه کنید که این آقا عکسی داشته مثلا فلان جا در فلان زمان. البته همینجا بگم که آقای زرقامی اینجا خدایش به ما کمک کردن، و البته خودشون هم بعد از هفته که فوت کردن دیگه این بار از دوش ما برداشته شد. و در زمینه خوشنویسی، باز همه اساتید تراز اول، از استاد امیرخانی بگیرید تا استاد امیر افجی، آقای احسایی، آقای خروش، استاد سلحشور و آقای اخبین، استاد جلیل رسولی، آقای سلحشور و خیلی استادای بزرگ، تقریبا ما چون با خود اهالی این رشته مشورت میکردیم، رده های نخست استاد مرتضی نجومی، بله استاد نجومی که هم خوشنویس بودن هم عالم بزرگی بله. بودن. در زمینه ادبیات که آقای دکتر کزازی، آقای دکتر دادبه، آقای دکتر شمیسا، آقای حاکمی، آقای جلیل تجلیل، آقای علوی مقدم و غیره. در زمینه ما حالا همه علوم تقریبا بودن. آقای شفیع کدکنی انتخاب نکرد یا رفتید خودشون قبول نکرده؟ حالا یادتونه؟ بله ببینید، ما برخی اساتید مثل آقای استاد شفیع کدکنی که خب استاد شاخص رشته ادبیات هستند، آقای مثلا آقای مظاهر مصفا به همین ترتیب، بله آقای مظاهر مصفا، آقای هوشنگ ابتهاج، آقای پروفسور نصر، عرض کنم با اینا من صحبت کردم. من یادمه که خب دوستان بعضیشون دلایلی میوردن که نباشن، بعضیشون در سفر بودن. من یادم آقای هوشنگ ابتهاج، استاد علی معلم، رفته بودن صحبت کرده بودن، تقریبا ایشون داشت میومد در همایش بکنم سوم بودن، ما دوباره هم خدمتشون رسیدیم. تقریبا همه استاد محمدرضا حکیمی، خب آقای حکیمی هیچ جا نمیرفتن، اینجا قبول نکردن، میشه گوشه نشین بود بیشتر، آره نمیپذیرفتن. ولی تقریبا ما آدم های بزرگ رو سراغشون میرفتیم، ولی بعضی خودشون نمیپذیرفتن، یا به هر حال به دلایلی یا سفر بودن، یا به هر حال اون سالی که اون زمانی که ما داشتیم نمیتونستن شرکت کنن. ما شرطمون این بود باید حضور مستقیم میداشتن، یعنی ما حتی یه نفر رو غایب نبود. نه من یادم علامه عسکری، خب از شخصیت های بزرگ بودن، عالم بزرگ، ولی بعد که میخواستن بیان یکی گفتن نماینده میفرستیم، گفتیم نمیشه و حذفش کردی. حذف شد. عجب. بله. یعنی هدیه‌شون هم یا چیزشون هم نفرستید اصلا براش. حتی من یادم معروف حسن کسایی از اصفهان میخواست بیاد، استاد موسیقی، گفت باشه من میکیل میفرستم، گفتم استاد امکان نداره، باید خودتون بیاین و اگر تونستید به حال یک برنامه نهی هم برای ما بزنید و اینها، و ماشین هم فرستادیم و ایشون اومدن. و ما تمام این اصولی که رو کاغذ آورده بودیم شاید بیش از 95% رو اجرا کردیم. توزیع داستان رمان در همه عرصه ها، یعنی در اجرا، در اجرای آه. مراسم، یعنی وقتی میگفتیم باید حضور داشته باشه بلد. هر کس بود بلد. اگر حضور نداشت نه اعلام میکردیم نه جایزه شو میدادیم و نه در لیست. توزیع ادب داستانی چطور داشت؟ در ادبیات داستان آقای سید مهدی شجاعی، آقای هوشنگ مرادی کرمانی، اینها بودن. و تقریبا من میخوام بگم که بزرگان این رشته ها رو ما که حدود 230 نفر میشودن. خانم دانشور تو لیستتون آره. نبود؟ آره خانم دانشور هم باز حکایتی داره، من پیشنهادی کردم، فکر میکنم آقای زرقامی مخالفت کردن، چون من یه دبیری بودم و اینا رو میشتاختم، با اینا هش و نش داشتم. من دوست داشتم که فراتر از این جناها شما نگاه بکنید، از همه جناها در این شخصیت ها هستن، تو رشته پزشکی، تو علوم پایه، تو مهندسی، تو کشاورزی، تو دامپزشکی، و حتی ما تو اقلیت های مذهبی، یعنی شما بکنید رو خانم دانشور بایستیم بله بله اونا رو چی شد که خانم دانشور
چون بالاخره ببینید تو حوزه رمان مگه میشه خانم دانشور رو ندید؟ خب خانم دانشور از شخصیت های برجسته رشته به هر حال ادبیات داستانی بودن. خب یک کشتابی هایی شما میدونید همیشه ما در رسانه ها داشتیم، شاید اگر مثلا در دوره آقای لاریجانی بود میشد، ولی ما قبل از اینکه به اونها بگیم، آقای زرقامی خودش با صراحت مخالفت کرد انتخابشون. حالا به صراحت اونا، من چون لیست معمولا ما تک تک به شما رساندن یا خودشون، ولی من متوجه شدم که خیلی رغبتی نیست، برای همونم من قبل از اینکه مقاومت هم کردین. خب اصلا ما به هر حال که بحث کنید سعی کنید دیگه اجازه کنید. بحث به ما نمیدادن، ولی چون زمان آقای لاریجانی میگم فرق میکرد، زمان آقای زرقامی که خب اومدن ما ارتباط چندانی نداشتیم، ولی من یادمه که بعد از اینکه اومدن و گفتن خب این چرا ماندگار چیزی جلسه ای بود، تقریبا ما فکر میکردیم که دیگه باید مرخص بشیم و خیلی هم حقیقت من دوست نداشتم، چون من میخواستم که این اختیار کامل باشه، چون به هر حال من عمر رو گذرونده بودم، من میخواستم که تصویر و تصور درستی از این برنامه بشه که واقعا شما بررسی بکنید یک نقطه سیاه چه به لحاظ مالی چه به لحاظ حالا یک کسی بگه توصیه کرده باشه وجود نداره، مگر اینکه حالا الان اشاره بکنم در برخی موارد نه بعد از هم تو ادب داستانی بمانی فعلا. بازم سوال دارم، نادر مرحوم نادر ابراهیمی چی؟ خب نادر ابراهیمی مرحوم شدن، زنده نبودن دیگه، ایشون 85 فوت کردن اگه اشتباه نکنم. آره ولی ما خب مهرگان جان بزن ببین حدسم درسته، فکر کنم 85 آره من اصلا آقای نادر ابراهیمی، خب حالا باز کمی باید به افراد اشاره بکنیم، خب مخالفینی داشتن، شما میدونید که من آقای نادر ابراهیمی بهش ارادت داشتم، در ادب و هنر مطالبشون رو داشتم، تنها روشن فکری بود اومد رفت جنگ، رفت جبهه جنگ با آقای حاتمی کیا، ولی متاسفانه برخی کتاب‌های علیهشون نوشتن در همین حوزه هنری علیهشون موزه داشتن. نه مهم نیست بنویسن نظرشون، من تو اینکه چهره‌های ماندگار نادر ابراهیمی رو نبینه که یک مسئله است. نه ما دیدیم، ولی خب ببینید من دارم میگم امکانات و بخت رسانه ملی که خب زعامتش با آقای مهندس زرقامی به عنوان نماینده رهبری بودش، طبیعتاً با جایی شاید 82 87 حالا 2 سال جایی مشورت می‌کردن. من حتی محمود گلابدری رو پیشنهاد کرده بودم، محمود گلابدری اولین کسی بود رمان انقلاب رو نوشته، اسماعیل اسماعیل و بعد آن روزها لحظه های انقلاب، و خب دوری که آقای زرقامی شروع کردن ما فکر میکردیم تدوری دوستی داشتیم، حالا اگه بخواید اسمش رو به موقع حجت رستمی، گفت آقا شما رو من دیدم، گفتم کجا، گفت ما دانشگاه تهران با هم دوره بودیم، چون هر دو رشته مدیریت بودیم، و ایشون گفت آقا چرا ماندگار کار ایشونه، به هر حال سفت و صدش اینو انجام میده، برحال بد نیست که ایشون تداوم بده. آقای زرقامی از طریق آقای رستمی در واقع ما رو شناختن، منتها دیگه اون اختیارات قبلی رو من نداشتم و یه شورایی درست شد علاوه بر اون شورایی که قبلا گفتم، و یک سری آدم ها در نهایت حق وتو داشتن، یعنی ما کارامون رو میکردیم و خب این آدم هایی که حق وتو داشتن صلاحیت علمی فرهنگی هنری داشتن برای وتو یا نه، چون مدیر بودن مثلا؟ حالا من حقیقتش خب ما لیست رو که میبردیم، من همین جایش رو دو سه بار حقیقت استعفا دادم، یعنی من استعفام هست خدمت آقای زرقامی، گفتم که والله این لیستی که شما میدید این اصلا مورد قبول نیست، من به هر حال شأنی ندارم، کسی نیستم، ولی به هر حال اینا رو من نمیتونم تایید کنم، شما کسی دیگر رو بذارید تو اینها. بعد لیست خیلی وحشتناک شده بود، یه آدم های عجیب غریبی بودن، گفته برلا یعنی اون ببخشید اون فرایند انتخاب افراد برای معرفیشون به عنوان چهرهای ماندگار به هم ریخ؟ نه به هم نریخ، ما جلساتم بود عرض کردم آقای لاریجانی خودشون شرکت میکردن. نه نه نه، بعد از اینکه آقای لاریجانی رفت شما میگید لیست میدادن، شما فرمودین که ما یه فرایند داشتیم در رشته های مختلف بزرگان همون رشته چهره ماندگار اون سال رو یا اون دوره رو اونا انتخاب بله میکردن، به ما میگفتن. بله ما اون روند رو داشتیم، عرض کردم ببینید ما همه این کارا رو انجام میدادیم، در نهایت که وقتی میخواستیم این مراسم نزدیک بود، آقای مهندس زرقامی به اتفاق یکی دو نفر دیگه و من و آقای پروحسین این گفتن لیست بیا نهایی بکنیم، اونجا دیگه گاهی یکی دو نفری رو حذف یا اضافه میکرد، گاهی یا نه دیگه گاهی
آره نه حد زیاد، ولی اون یک سالی بود فکر کنم دوره پنجم بود که دیگه من البته خبر نداشتم، میگم که من خب اگه گاهی بوده که در دیوار استفا نبوده بچه بر شما نه یک سالی بود که من گرچه حتی اگه یک نفرم باشه نباید اتفاق بیفته، بالاخره آره. یک جمعی باعث این کارو بله متأسفانه خب یه سالی بود که من اصلا منم دعوت نکردن، یه دفعه دیدم آقای پروسن یک لیستی برای من فرستادن و اسامی که ما اون همه کار کرده بودیم و همه مراحل رو رفته بودیم مثلا 90 درصد عوض شده. پس گفتم آقای دکتر من دیگه نیستم. با آقای پروفسور هم دوبار من استعفا دادم. ولی خب با آقای زرمان یعنی واقعا اون چیز شما 90 درصد تغییر بله کرده بود. البته تغییر کرد دیگه، وقتی من استعفا دادم گفتن خب پس شما بیایید، گفتم من اعلام هم میکنم، من میرم میگم که آقا این لیست یه چیزی نیست که ما بودیم، من دیگه تمام شد. چون بعضی میگفتن دیگه چرای ماندگار تموم شده شما، بعد دو سالا نش کردن اصلا بدون مشورت ما، اصلا خبر نداشتیم، بعدم که تعطیل شد آقای پروسن که دید خیلی کار جدیه با هم رفتیم بهشون گفتیم اگه اینجوری شد، گفت پس منم دیگه نیستم و اونها لیستو تعدیل کردن، یعنی دوباره برگشت به همون لیست قبلی ما. و منتها خب زمان آقای احمدی نژاد باز یک دخالت هایی شد، من خب همیشه اون شرط هم این بود که سران قوا نباشن، حتی ایشون میخواست شرکت کنه گفتیم به هیچ وجه ما نمیتونیم بپذیریم، ما میریم اگه ایشون میخواد بیاد. بعد اگه یادتون باشه ما یک بخشی داشتیم که راجع به برنامه‌های ویژه بود، خب سد سازی در ایران خیلی رونق داشت، سدها سخت و سد ساخته شده بود، ما از مهندسان اونجا میخواستیم تجدید کنیم و من رفتم با معاونت وزارت نیروی اونجا همون آقای دکتر فتاح که اون زمان وزیر نیرو بودن، خب ایشون رفتم پیشون و گفتم خب گفتن معاون من آقای فلانی پس به نمایندگی بیاد چون تعداد مهندسات بسیار زیادن ایشون میان، گفتیم باشه. و یه دفعه تو مراسم دیدیم که گفتن آقای احمدی نژاد داره میاد، آقای زرقامی گفتن که ایشون، گفتیم بلو ما هم چه برنامه‌ای نداشتیم، بعد گفتن پس آقای فتاح میاد آقای وزیر نیرو، گفتم بلو آقا وزیر ما به حال به عنوان وزیر نمیتونیم، ولی اگه ایشون میخواد بیاد اشکالی نداره، ولی معاون ایشون که همه مهندسا قبولشون دارن به عنوان نماینده میاد جایزه رو میگیره و برنامه مشخص شده. ولی خیلی اتفاق جالبی افتاد، برخورد خیلی خوبی آقای فتاح کردن، اومدن اگه نگاه بکنیم برنامه ها چون الان همه تو یوتیوب و جاهای دیگه هست، ایشون گفت که پس باشه ایشون من جایزه رو میگیرم میدم به ایشون و مراسم خیلی خوب برگزار شد. از اون طرف گفتن من حرف رئیس جمهور نمیتونم به حال نفی کنم، از این طرف هم شما اینجوری چیز کنید که به حال من بیام، گفتن خیلی خوب. و مراسم اینجوری شد که وقتی ایشون اومدن گفتن باشه ما تشکر بکنیم، اومدن پشت تریبون نکته خیلی ظریفی هم گفتن و جایزه رو دادن به معاونشون و به حال ختمه به خیر شد. ولی از بیرون تلقی این شد که ما به وزیر نیرو جایزه دادیم، من همینجا میخوام تصحیح بکنم چون برنامه‌هایی که پخش مستقیم از 4 شبکه پخش مستقیم میشد. خب در چند تا رشته دیگه اگر از نام‌آوران دارید، چون حوزه ادبی آن تو سینما هم داشتید چه؟ بله آقای مسعود جعفری جوزانی خب توی رشته بودن، ولی در سینما حالا در رشته های دیگه مثلا آقای علی نصیریان بودن، آقای داوود رشیدی، آقای جمشید مشایخی، آقای علی نصیریان که خدایش حفظ بکند. و خب تو این رشته هم خیلی جالب بود، کلیپ های خیلی خوب، اصلا آثاری که ما الان آرشیو خیلی خوبی داریم که بعد موزه و سرای چرای ماندگار رو من در سعدآباد درست کردم و 10 سالم اون بود و اسناد و مدارک و مجسمه های اینا رو درست کردیم، متاسفانه اون هم تعطیل شد. مجسمه تمام قامت یا سردیس؟ نه به سبک مادام توسو، حتی کت شلوارشون از خودش میگیره. من یادمه حالا اینجا یک مشکل هم که همینجا پیش اومد، ما وقتی که رونمایی کردیم از استاد مجسمه تن، یعنی مجسمه استاد محمود فرشجیان، من یادمه که آقای دکتر پروسد ما رو خواستند و من فکر کردم میخوان از ما تحلیل بعد دیدیم که گفتن آقای سرقامی به شدت عصبانی هستند و شما مدتی آفتابی نشید و گفتم چطور چی شده به ما چه کار کردیم اینا، گفتن آقا این مجسمه اصلا یعنی چی مراسم، حالا خیلی مراسم با شکوه 100 تا خبرنگار اومده بود ارکستر و اینها، گفتن این ریبنگیزه و به هر حال این نظر شریکی گزارش داده گویا گفتن این کار فلانی است و گفتن باشه ما که حالا اصلا اینجا نه حکمی داریم نه مدیریتی داریم، حالا آمدی نبوده که رفتی باشه، من اصلا گذاشتم رفتم. بعد از 3-4 ماه خلاصه متوجه شدیم که خیلی
مسئله جدی نبوده، انگار بهانه‌ای بوده برای تعطیلی به حال موزه. و الانم که حالا عرض بکنم که من بارها خدمت آقای مهندس ارقامی اون زمان رئیس بودن، الانم که وزیر هستن، نامه تندی ایشون نوشتن اون زمان به ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی که معاونشون آقای نهاوندیان بودن. من نوشتم که آقا این موزه من 10 سال راه انداختم، یک ریال هم نه با قوان مدیریت گرفتم نه اصلا اونجا من حالا در همه عرصه یه علقه و علاقه داشتم، اجازه بدید این باشه. ما جلساتی داریم، ده ها برنامه مستند اینجا تولید شده، فیلم های مختلف ساخته شده، حتی عید نوروز اونجا دوستان میان، دیدار دانشجوها با استادا هست، بله جلسات بله. تخصصی هست. خب ما جایی نداریم که من با چه مشکلاتشون قبلا ما میرفتیم هر دفعه یه جایی، یه دفعه میرفتیم دانشگاه تهران، یه دفعه دانشگاه شریف، یه دفعه میرفتیم مؤسسه سبا، جایی نداشتیم. من اونجا رفتم دیدم که خب 15 16 تا موزه است، موزه و سرای چهره ماندگار و یک خرابه ای بود قبلش که قبل از انقلاب مال همسر چهارم رضا شاه بوده، بعد استبل میشه، بعد میشه رستوران، خرابه ای بود. من آبادش کردم، اومدم اونجا درست کردم، با فیلماش هست، مطالبش هست. و ایشون نامه تندی نوشت که آقا شما فلانی به عنوان رئیس جمهور 230 تا شخصیت آلا خود بالا خون کردید و فلان، و گفتیم داره درست میشه. رفتیم و اونا داشتن در واقع اینو بازسازی میکردن که دیگه تغییر دولت شد. و الان که ایشون وزیر هستن، باز من چند بار خدمتشون نوشتم و ولی که موزه احیا بشه نشده. آره دیگه احیا نشده. خب تو حوزه سینما داشتین چیز میکردین، یک کارگردان فقط تغییر کرد. بله ببینید، البته آقای داریوش مهرجویی افراد دیگه هم بودن، آقای کیمیایی، آقای کیمیایی اینها، ولی این تقوایی ببینید در این آتمیکیا عرص... بله بله همه اینا کاندید بودن. ما اولین بار البته میگم که ما تو بحث سینما خب بازیگرای درجه یک رو تقریبا معرفی کردیم، یعنی از آقای علی نصیریان ردی اول، آقای خانم ژاله اولو هم بودن که معرفی شدن. در بخش بانوان هم ما خیلی کار کردیم. خب حالا بذارید همین کارگردان ها رو بره. چه اتفاقی افتاد که بسیار صرفا فقط یک کارگردان تو همه ادوار چهره های ماندگار انتخاب شده؟ ببینید من دلیل خاصی داشتم؟ نه این هم پیشنهاد آقای دکتر آقای مهندس ارقامی بودش که یعنی ما کارگردان انتخاب نکنید. حالا ایشون بیشتر تمایلشون این بود، چون خودشون قبلا معاون سینمایی وزارت ارشاد بودن دیگه، ما خیلی دوستشون بازیگرا بیشتر انتخاب خیلی بشن. آره امکان به حال تو بازیگرایی که اسپورید همشون چه بازیگرا دور خودمون بود، دور قبل بود بره. ولی تو کارگردان ها خب میدونید در ایران کارگردان ها خود شما دیگه توی رشته استاد هستید، منتقد شاخصی هستید. در بحث کارگردانی ما از آقای داریوش مهرجویی، آقای کیمیایی تا شخصیت‌های دیگه خب لیست ها مشخص بود. آقای حاتمی‌کیا من البته خیلی هست، آقای پرویز کیمیایی، آقای مجید مجیدی البته من یادمه که خب ایشون نپذیرفتن چون این کار قد عظمت داشت. آقای مجیدی من یادمه که آقا من در حد اینا نیستم، شما من کنار اینا میخواین بذارید من یک کار. اون زمان گفتیم نه شما... اون زمان حتما مجید درست گفته. ببین وقتی که پرویز کیمیایی است، عباس کیارستمی، حاتمی‌کیا است، مهرجویی، کیمیایی، بیزایی، تقوایی هست، خانم بنی اعتماده، بالاخره مجدی همینطوره. هم من تواضع حتی... خیلی فرهنگی خوبی کرده و هم درست گفته بوده. من حتی یادم آقای استاد کیارستمی رو اتفاقی در فرودگاه دیدم که داشتن میرفتن، اینا گفتم که شما چرا، چون ایشون هم جزء کاندیدا بودن، گفتم من چهره ماندگار شدم، گفتم حالا پس اگه شدی تو زیر دیگه باشه، ولی شما تشریف نیاوردید، داشتن میرفتن قبل از فوتشون در فرانسه. یعنی حتی آقای کیارستمی اصلا اینو به عنوان یک کار خیلی مثبت میدید که دوست داشت باشه. من گفتم همین که تو ذهن شما هست کافیه، ما چون دوست داشتیم شما چهره ماندگار بشه. ولی در عرصه سینما خب یک کشتابی هایی همیشه میدون تو سازمان ها هست. من خیلی الان که دارم فکر میکنم گفتم شاید یک جای مستقلی نهاد ویژه‌ای اگر بود که حالا من این که شرط گذاشتم سران سقوبا نباشن، یه بخشم سیاسی بود، یعنی میخواستم با سیاست آلوده نشه. ولی در سازمان سیاست درستی بوده، ولی در سازمان وقتی که رئیس سازمان بالاخره اونجا امکانات اولی، گرچه ما همش حامی مالی داشتیم تمام این، من خودم از مجلس 500 میلیون پول که گرفتیم به حساب سازمان می‌ریختن، ماشینایی که گرفتیم همه رایگان بود، یعنی ما هزینه آنچنانی نداشتیم، ما حتی نیروی نداشتیم. همین الان یعنی حتی من
اون زمان 80 نفر که می اومدن اینا یک ماه می اومدن کار میکردن تمام میشه. ما فقط یک نفر نیروی برای داشتیم که چایی بیاره، یه راننده. یعنی بعد از اون میتونید یعنی دبیرخانه چهره‌های ماندگار در طول سال شما بود یا دو نفر دیگر؟ با هیچ کس نبود. یعنی من اصلا رشته مدیریته، گفتم آقا ما اینا رو که استخدام نمیخوایم بکنیم. شما بعد از اون جشنواره خوارزمی که قبلش بود، جشنواره فارابی، جشنواره علامه طباطبایی که برگزار شد، همین الان تو وزارت علوم سه تا طبقه در اختیارشون مدیر کل و امکانات. ولی من میگفتم که آقا این یک پروژه است، ما یک بعد آدمای حرفه‌ای رو می آوردیم، آدمای شاخص در هر رشته. من حالا همینجا یاد بکنم از همکارانی که آقای اسرافیل شیرچی مثلا، من یاد خوش خطی که برای استادا به عنوان کارت دعوت بود آقای شیرچی می نوشت، یعنی یکی یکی می نوشت، یک کارت بزرگ. بعد بعضی می گفتن آقا این اسرافه، گفتم این اسراف نیست، چاپ نمی کردی، تک به تک رو آقای شیرچی می نوشت، آقای شیرچی. و بعد توی نستعلیق یا شکسته می نوشت. و بعد الان ببینید اغلب تابلوها ایشون نوشته و جای شیرچی شکستش خیلی ملیحه. بله. و بعد میگفتن اسراف، گفتم این اسراف هر جای هنوز اون کارت رو دارن. یعنی گفتیم این کارت فقط برای دعوت نیست، این یک. بعد اون زمان چون ما خواستیم مخصوصا همایش اول و دوم بگیم که این کار کار خیلی حرفه‌ای هست، گفتن اگه کارتش اینه پس خودش کجاست؟ تصحیب هم میکردین یا نه؟ تصحیب شده کارت، همه چاپ شده، گرافیست های عالی. تصحیبش چاپی بود یا نه تصحیب میشد؟ نه دست، با همه با دست، تک تک تصحیب هم میشد. اصلا میگم یه قابیه این که میذاشتن قاب میکردن. و حتی من از استاد ممیز خواستم که خدایش رحمت کنه، خودشم چهره ماندگار شد، شاگرد گرافیک مخصوصا گرافیک و نقاشی هم مثلا سوال کرد. بله، شاگردشون رو آوردن. یعنی تو هر کاری ما به حرفه‌ای ترین آدم ها، من تو در یک فرصت محدود می اومدن و می رفتن، یه قراردادی باشون می بستیم و می رفتن. و ما هیچ باری یک، البته شاید هم اشتباه کردیم، یعنی حتی در سازمان صدا و سیما که حالا طرح البته ما دادیم به اونها، ولی خب حالا نه بابتش قراردادی داشتیم نه صحبتی کردیم. و الان تقریبا به این نتیجه رسیدم که اینا هیچ ارتباطی و هیچ علاقه و علاقه به این طرح ندارن و میخوان تعطیل بکنن. 13 سال گذشته، ما با همه بزرگان اونجا صحبت میکردم که بعد از آقای لاریجانی، بعد از آقای زرقامی که اومدن، هیچ جلسه میذاشتن ولی اتفاقی نمیافتاد. نه مسلم بدون اگر علی لاریجانی نبود چهرهای ماندگاری به وجود نمی آمد. کسی طرح شما رو تحویل نمی گیره. فهم و شعور فرهنگی، فکری، معرفتی و ملی آقای دکتر لاریجانی به صلاح. همینجا من واقعا اشاره بکنم در تایید صحبت شما که مشکل کشور ما مدیریت و رسانه است. یعنی اگر مدیران قابلی در عرصه نه فقط فرهنگی، در همه عرصه ها داشتیم، همین که شما اشاره، من یادمه طرحو که من دو کلمه گفتم ایشون گفت تمام، گفت پزشکارم بیار، مهندسارم بیار. و بعد دست ما رو باز گذاشتن و من خب خیلی ارتباطی نداشتیم، ولی میدونستن که ما به هر حال به این کار علاقه داریم، به هر حال پیشینه اندکی هم داریم و این کار کارستان شد. و الا خب این همه همایش، این همه برنامه‌ای که میشه. و من واقعا الان ناراحتم که ما این همه زحمت کشیدیم، این استادای بزرگ. من مدتی قبل رفتم بهشت زهرا، مثلا خیلی متاثر شدم، دیدم که خیلی از اساتیدی که دوست داشتن چهره ماندگار بشن و به من میگفتن گفتین نوبت شما سال بعد، دیدم رو سر قبلشون اونجا آرمیدن و نوشته چهره ماندگار. خب این برنده به این عظمت، با این صافی، با این زلالی، با این پاکی، چرا باید دچار این مشکل بشه؟ چرا باید تعطیل بشه؟ و خب این سازمانی که ریاستش با اصلا میتونست یک نهاد فرهنگی بین المللی باشه. همینطور. حالا حوزه گرافیک به مرحوم ممیز اشاره کردی دیگه، یادتون هست؟ بله بله، آقای علی اکبر صادقی استاد نقاشی بزرگ. آقای ممیز من یادمه که رفتم خدمتشون، خب ایشون سرطان داشتن، به من گفتن که خب من اینا کیا هستن؟ گفتم والله من طراح هستم و دبیرشم، قبلش هم کیا فرهنگی منو میشتن. گفتن باشه کیا هست؟ گفتم اتفاقا همگنان شما فقط نیستن. حالا یکی از ویژگی‌های دیگه ای همایش این بود که از پزشک جراح متخصصی مثل پروفسور سمیعی گرفته تا رشته مهندسی آقای جبه‌دار مارالانی، تا علوم انسانی مثل آقای کزازی، تا شعر مثلا علی معلم دامغانی و نصرا مردانی، اینا همه کنار هم میشن. اتفاقا آقای مرتضا ممیز کنار آقای چیز نشسته بودن، آقای پروفسور سمی، و اول به ما میگفتن آقا شما این رو جدا کنید. گفتم نه اتفاقا ما میخوایم یه سینرژی ایجاد بشه. یه اتفاق خیلی خوبی افتاد، من یادمه آقای دکتر دینانی میگفت من سالها میخواستم مثلا این
دوستمون آقای شجریان که بعدی جلساتی تو فرهنگستان هنر گذاشتیم که اهالی سرشته رو انتخاب کردیم، یعنی اهالی فرهنگ، علم و هنر، و جلساتی بود حدود 12 تا جلسه که در بعدم اون کارگاه های آقای شجریان بعد از اون در زعفرانی برگزار شد. میگم من سالها صدای ایشونو میشنیدم ولی خودشو نمیدیدم، دوست داشتم ببینم. آقای شجریان میگه ما فلسفه دوست داشتیم، آقای داعش مرجویی بود و غیره. یعنی این همایش یکی از ویژگی‌هاش این بود که تمام رشته‌ها رو نزدیک کرد و کنار هم نشستن و دنیاهای همدیگر رو تجربه کردن. و آقای ممیز که من بهش گفتم، گفت من که میدونی سرطان دارم ولی میام، و من وقتی که جایزه همین ماشین رو بهش دادم خیلی خوشحال شد، گفت من 6 ماه دیگه با این زنده. و چون یک آمپول ایشون میزد که از خارج کشور میومد، اون زمان هر آمپولش 1,000,000 تومان بود، که من خیلی ناراحت شدم، گفتم خب چه کمکی؟ گفت به هر حال یک تابلوی داشتن از استاد حیدریان پشت سرش، گفت اینو میتونی برای من بفروشی؟ گفتم والله این خیلی ارزشمنده، چرا میخوای بفروشی؟ خب برای زندگی. حالا شما ببینید در کشوری که به هر حال همه باید بیمه باشن، نخبگان چرا باید چنین روزگاری داشته؟ من دستم کوتاه بود، خب من امکاناتی نداشتم، ولی من در سفری که به چین داشتم اونجا بررسی کردم، دیدم که افرادی که به این مقام و موقعیت میرسن در هر رشته‌ای، اینها تمام امکانات براشون فراهم. یعنی اگه میخوان یک کشوری برن، مثلا میگن آقا من یادم یک بازداشت می‌خواسته بره مصر با 60 نفر، اصلا نمیپرسن این کی هستن، اینا اسامیشون کیه، علقه‌ای دارید، خیشی دارید، یعنی انقدر به این دخبت اعتماد هست. اگر یک نقاشی هم بکنه این سری میگیرن میبرن تو موزه. و ما واقعا الان مشکلمون اینه که نسبتی با نخبگان نداریم. اصلا این برنامه این نبود که برنامه همایشی باشه، ما بیایم یک مراسمی برگزار، این کف کار بود. بله. اساس کار این بود که به اینا توجه بشه، اینا بیان به عنوان بازی‌های فرهنگی، به عنوان مشاوران کشور. بله. و هدف من این بود. و من خب با اینا هنوزم هش و نش دارم، اینا خیلی متاثرن، خیلی متاسفن. چرا تو بدنه کشور اینا جایگاهی ندارن؟ خب چرا تعطیل شد آقای اسعدی؟ 89 تعطیل شد، درسته؟ بله. چرا؟ حالا آقای رئیس با که گفتن نمیدونن، آقای دکتر بروس. منم قبول نکردم که ایشون نمیدونه، من احساس کردم ایشون به ملاحظاتی نخواستن بگن. از شما سوال میکنم. بله. من حالا شما ملاحظات رو در نظر نگیرید، راحت بگید. خواهش میکنم. ببینید این همایش خب خیلی ویژگی داشت. یکیش این بود که ما وقتی سراغ زندگی ها میرفتیم، انگار دستمون رو سراغ زنبور کرد. یعنی شما وقتی که یک نفر از بین ده ها نفر انتخاب میکنید، بالاخره اون 9 نفر ته دلشون خیلی خرسندیست. شما ببینید قبل از اون کسانی که فوت بکنن، خب شما میتونید مراسم بذارید، همه هم تجلیل میکنن، اتفاقی نمیفته. ما 240 نفر انتخاب کردیم و هر بار که البته گفتم اغلب با تعاطی آرا، با جلسات مختلف، ولی حسم اینه که برخی از افرادی که به هر دلیلی انتخاب نمی شدن، اینا یه بخشی از افرادی بودن که در جایگاه های فرهنگی علمی کشور اینا مصدر امور بودن و اینها خیلی دوست داشتن که چهره بشن و من خیلی مقاومت میکردم. میکنم مثلا مهم، ما البته مرحوم دکتر حبیبی رو انتخاب کردیم، آقای دکتر حبیبی حقش بود، جامعه شناسی بود. شما یه شکلی گفتید، من فکر کردم خیلی به اصطلاح برام عجیب بود، یه شکلی گفتید که از این 10 نفر یه نفر انتخاب شد، 9 نفر دیگه، من فکرم تو خانواده واقعی به صلاح. حالا بخششم البته من بخششم میخوام بگم اون هست بود. ببینید به هر حال شما وقتی که زنده ها رو، چون من در نام نگاری ها، من یادم مرحوم کردوانی خب در دوره بعدی اومدن، خدا رحمتش کنه، تو جغرافیا خودشون اومد دفتر من، آقا این کار من و اینها، گفتیم به هر حال شما بزرگ ما هستید، ولی عمدتاً مسئولین بوده. همین، این نکته مهمیه. بله. ببینید مسئولین مثلا یک کسی وزیره، یک کسی وکیله، کسی میدونم تو وزارت فلان جا آمده شدی داره. چون بعضی از مسئولین فکر میکنن حالا که برای این کار انتخاب شدن دیگه چهره شماره یک همین کارم هم هستن. همین. ما 20 ممیز گفتیم، ببین استادی تمام دانشگاه، اگه کسی دانشیار بود حذف میشد، البته استثناء گفتیم داره. بله. ببین استثناء مثلا آقای فرشیان در بخش فرهنگی هنری اجماع اهل هنر. بله. و فرهنگ بود، یعنی اونجا دیگه استادی داشت، فوق استادی بود. همین. ولی بعضی ها به دلایل ارتباط، حالا مخصوصا وقتی که دوره دوم که
کمی ملاحظاتی داشتن و ما خب به حال یک آدم عادی بودم، من خیلی نمیتونستم مقاومت کنم. ما میتونیم بگیم 15% هم اینجوری به هر حال شاید به دلایلی انتخاب شدن که البته شرایط اولیه داشتن، ولی اگر من بودم شاید مثلا خیلی موافقت نمی کردم. من همیشه دنبال نهادی بودم که کاملا مستقل باشه و این افرادی که انتخاب میشن، شما نامه های زیادی، کتاب های زیادی، حتی پایان نامه های مختلفی راجع به چهره ماندگار نوشته شده، مقایسه کردن با جایزه های نوبل و غیره، و اغلب اونها تأکید کردن که این برنامه بسیار سالم بوده و بیش از 80% افرادی که انتخاب شدن از نظر حرفه ای ها شاخص بودن. پس یکی از دلایل. دلیل دوم، خب ما اشاره کردیم یه دفعه مثلا دیدیم که 2 سالانه شد. چرا 2 سالانه؟ بودن حالا اساتید به حال کم شدن و محدود شدن. من یادمه که همون وقتی که سیمین، مرحوم سیمین دانشور بود، خب خانم سیمین بهبهانی هم معرفی کرده بودیم، آقای زبیح الصفا که همسرشون بانو کریمی خب انتخاب شده بود، آقای مظاهر مصفا. مظاهر مصفا خب از اساتید برجسته، همسرشون هم که انتخاب شدن، خدا رحمتشون کنه، خانم بانو کریمی، یا خود آقای ابتهاج، خب از شعرهای بزرگ و شاخص و غزلسرای به نام کشور ما هستند. ما دوست داشتیم که به هر حال همه جمع بشن. اگر حالا نقطه ای از نظر سیاسی، اجتماعی، نمیدونم افراد مختلفی میخوان که ملاحظه داشته، تو این برنامه لحاظ نکنن، که خب طبیعتا زورمون به اونها نرسید. بعدا بعضی به ما گفتن که این بعضی مقامات میگن که این کار به هر حال صدا و سیما به عنوان یک شبکه‌ای که یک رسانه‌ای که منسوب به نظام هست، افرادی رو که انتخاب کردن، بعضی رو میگفتن اینا لیبرال هستن، حتی خود منو مثلا کمی تعریف میکردن که شما جریانی درست کردی که لیبرال ها رو آوردین، و ما گفتیم ما داریم تلطیف میکنیم فضا رو، ما که نمیخوایم که به هر حال اینها انتخاب کردیم یک بدبستانی باشه. بعضی دوست داشتن انگار که اینا مثلا بیان تو نماز جمعه یا مثلا بیان مثلا تو مراسم مختلف از نظام به صورت علنی طرفداری بکنن. و بعد از اون جریان سال، شما گمان میکنید واقعا ته دلشون این بوده بعضیا حالا تاییدشون مثلا چیز تاییدشون رو نمیدونم، ولی نه به این کارنامه ها نشان میده. ما قرار نیست که باطن خوانی بکنیم. درسته. که خداوند از باطن افراد خبر داره، حتی به باطن منم خداوند آگاه داره تا خودم به باطن همیتون. خودم درسته. ولی کارنامه ها نشان میده که بعضی از اقدامات و بعضی از کارهای خوب و ملی و دارای تأثیرات درازمدت فرهنگی و هنری توسط بعضی از افراد و جریانات در این کشور تحمل نمیشه. دقیقا. ولی خب ظاهر یه چیزی میگن. بله. مثلا ظاهر در یک موقعیت و در یک موضع فرض بفرمایید ارزشگرایانه خودشون رو قرار میدن. دمید. که هدف اصلی رو پنهان کنن، ولی هدف اصلی چیز دیگری است. همین. بعضی از افراد، نمیخوام میگم الزاماً همه آنها که با چهرهای ماندگار مخالف بودن و به تعطیل کشاندن، حتی بدونید که اون زمان جریان اصلاح طلبی که بودن، مثلا من یادمه خب وزیر علوم آقای دکتر معین بودن. بله. آقای مسجدی وزارت ارشاد می طرح، البته من به اینا داده بودم، اینا جدی نگرفتن. یعنی وظیفه وزارت ارشاد و وزارت علوم بود این کارو بکنه، اما چون اونا نکردن آقای دکتر لاریجانی قبول کرد و بعدم ما حلقه بس شدیم. بعد از اون بود که بنیاد نخبگان تشکیل شد. ولی من یادمه که در یکی از این سالها وزارت علوم در واقع ما رو محدود کردن، یا در واقع گفتن به راستای دانشگاه شرکت نکنن. خب بیم سر تعطیلی. بله. با سر تعطیلی من توشم بله. کردم که آقای زرقامی نقشش آقای زرقامی ببینید در زمان آقای زرقامی تعطیل شد، هیچ وقت به ما صریح نگفتن. ولی من آخرین بار آقای محسن ماجرانی که شخصیت شاخص رسانه بودن اون زمان، معاونت سیما بودن و واقعا از ماندگارترین معاونت های سیما که اهل فیلمنامه و درک و فضل و
من زمانی مشاورشون بودم و پس از اون دیگه افول کرد. من درسته کلمه چهره فرهنگی شد. چهره فرهنگی بود. یعنی شما الان نگاه بکنید بپرسیدم فکر میکنم اون آقای دکتر عطاءالله مهاجرانی اصلا شاید چهرهشون هم ندیده باشن. یه آدم منزوی که صبح یعنی شبها کار میکنن تا صبح سر لوکیشن ها میرفتن و فیلمنامه میفهمید. اصلا ببینید یکی از مشکلات ما اینه که الان خیلی از دوستانی که به هر حال سریال تصویب میکنن، فیلمنامه تصویب میکنن، این جریان های بزرگ رو من نمیدونم که چقدر واقعا اشراف دارن به این فهم این مطلب. بعد از تعطیلی چهرهای ماندگار و موضوعات پیامدهاش کسی از شما سوال نکرده تو این سالها؟ خیلی زیاد. نه از علاقمندان منظورم نیست، یه جایی که مثلا بتون صاحب تصمیم باشه، مسئولی باشه که مثلا بتونه صاحب اثر باشه، مثلا بگه آیا اسدی چی بود واقعا تعطیل شد، چرا تعطیلش کردیم، چرا تعطیلش کردین؟ ما رو تعطیل کردن اون. میگه که دلیل اصلیش میدونین چیه؟ چون کار موفقی بود، کار بزرگی بود، تعطیل شد. کارهایی که صادقانه است من فکر میکنم که عجیبه، شما اگر سالم باشی انگار ناسالم. ده ها مؤسسه به نام ما اومدن برنامه درست کردن، بعد در خلال این چند سال پول گرفتن به نام چرای ماندگار. ما شکایت کردیم، صحبت کردیم، هیچ کس هیچ عکس العملی نشون نداد. چون اصل کار کار بزرگی بود به هر دلیل، به حال نه اینکه من مسئولش باشم، ما خدمت کردیم، ما احترام گذاشتیم به طبقه ای، به گروهی، به علما و به بزرگان، برای اینکه فکر میکردیم اینها به کشور کمک میکنن، مشاوره میدن، مشن مشاوره نظام، حکومت، وزارت خونه ها، ولی همه اونها اغلب به کناری. یه زمان یه مدرسه تعطیل میشه موج ایجاد نمیکنه، مگر اینکه در یک جایی باشه که فقط این تنها این مدرسه بوده توی منطقه، توی شهرستانی تعطیل بشه، بعد چرا یه موج منطقه ایجاد میکنه؟ یعنی چی آقا تنها مدرسه این منطقه این شهرستان این بوده تعطیلش کردین؟ حالا یه موج منطقه ای. اما یه زمانی شما تصور بفرما یک دانشگاه معتبر تعطیل بشه، بیان آقا این دانشگاه از فردا دیگه تعطیل، منطقه باید یه موج ملی ایجاد بکنه. بله همینطوره، ولی در ایران عجیب نیست تقریبا. من خودم الان دارم فکر بکنم که از نظر شخص خودم که مثلا دهه 70 که این کارو کردم عضو هیئت علمی دانشگاه بودم، به هر حال کار علمی داشتم، الان بعد از 30 سال نه فقط عضو هیئت علمی نیستم که ترم قبل گفتن دیگه دانشگاه تهران درس داده و به هر حال شما مرخصی. آره شما عمر و جوانی و سرمایه تو روی چرا؟ یکی از اتهامون همین چهره ماندگاره. میگه هیچ کس نزند بر درخت بی ثمر سنگ. بله. حتما یک کاری شده دیگه، تأثیر گذاشته که برخی نمیخوان. آقای یعنی مطهری تو یکی از کتاباشون از منطق ماشین دودی حرف میزنه. خوندی احتمالاً شما؟ بله بله. میدونی منطق ماشین دودی رو دیگه؟ بفهمید. بله. یعنی ماشین دودی همین که بین شوش و شره چیز میکرد. تا زمانی که ایستاده بود با بهت و حیرت و شگفتی بهش نگاه میکردن. به محض اینکه حرکت میکرد سنگ بهش میزدن. میگه که شما چون رسی به حد انگوری میخورید و نیشهای زنبوری. این دانشگاه به این عظمت، خب الان در رشته مدیریت که مشکل کشور به هست و همه میدونن که معضل اصلی کشور مدیریته، دانشکدگانی اونجا هست، استادانی هستند که اساس استادا به کناری رفتن، بنیانگذار رشته مدیریت رسانه یا مدیا منیجمنت که من یادی بکنم استاد دکتر فرهنگی که آدم بسیار بزرگ چهره ماندگار در رشته مدیریت و ارتباطات بودن، اصلا در این دانشگاه وجهی ندارن. افرادی دیگه اومدن اصلا موضوع این رشته مدیریت رسانه رو بردن به سمت کسب و کار، منفعت طلبی و اصلا سیاست فرهنگی و علمی کشور به نظر من الان در بحران. دست کسانی هست که خیلی علاقه و علاقه به این قضایا ندارن.
من در خلال این سالها خب خیلی تلاش کردم که این چرای ماندگار در حدود خودش بمونه. البته الان خوشحالم که تعطیل شده، برای اینکه اگه تعطیل نمیشد ممکن بود کسانی سطحشو بیارن پایین. بله. کمان که تو بعضی از دوره هم یه افرادی معرفی میشدن. همینطوره. در دوره به اصطلاح بعد از آقای لاریجانی. بله بله. من وقتی مراسمو میدیدم شگفت زده میشدم، یعنی چی؟ همینطوره. ببینید وقتی که شما دوزه فرنگانه نبودن البته، بله بله، که من میگم تو حوزه غیر تخصصی من بود، ولی من غیر متخصصم میفهمیدم انتخاب کاملا انتخاب سیاسیه نه انتخاب علمی. حالا من چون رشتم مدیریت، به تو نظریه رو اشاره بکنم، یادی بکنم از استاد بزرگی که خیلی کسی شاید ازش یاد نکنه، مرحوم مجتبی کاشانی. ایشون آدم بزرگی مشتبه بود. مجتبی کاشانی که گاهی شعرم دارن. بله، کتابی داره. ایشون تو حوزه مدیریت بودن. بله بله. تو من اشعارشون رو دیدم. بسیار نظریات جالبی داره. سوره های اولیه حوزه اشعارشون. بله بله. نقش دل شون. در مدیریت کتابی داره ایشون. چند تا نظریه به شدت هم یه گروه خیر هم داشتن. خبر بله داری؟ بله. با استاد یدالله کابلی و دیگران. دقیقاً. مناطق جنوب خراسان یه دوره اینا کار خیر می‌کردن. شما در دانشگاه تهران الان ببینید اسم ایشون کسی نشنید. عجب. یعنی تمام استادانی که غربی هستن معلوم نیست. و بعد چون اساس اینه یه آقایی از دانمارک اومده، مثلا اصلا سلسله موضوع رو عوض کرده، این همه زحمت کشیده آقای دکتر فرهنگی و اساتید دیگه که طرح درس نوشتن رشته مدیریت و رسانه که موزل اساسی است و رسانه باز خیلی مهمه. یعنی اگه با رسانه‌مون درست بشه مملکت خیلی شاید درست بشه. موزل اساسی ما دو بخشه، مدیریت و رسانه. و بعد شما کسانی الان مصدر امور هستند که متاسفانه نه از علم آنچنانی بهره آوردن، فقط ارتباطات و به هر حال امکاناتی که نباید داشته باشن. خیلی ممنون آقای اسعدی عزیز، دست شما درد نکنه، لطف فرمودید. سپاسگزارم. زنده باشید. از شما همراهان ارجمند هم سپاسگزارم. یه واقعیت رو به شما بگم و اون این که بعضی از گفتگوهایی که من میزبان دوستان هستم، مباحث به گونه ایست که یک انقباض ایجاد میکنه، نه مباحثی که میهمان من مطرح میکنه، اما موضوعاتی مطرح میشه که گاه آدم متوجه میشه که تو بعضی از حوزه‌های فرهنگی و هنری کشور چه کارهای بزرگی تعطیل میشه و چه کارهای کوچکی سر دست گرفته میشه و براش هوراها و کفهای زیاد هم میزنن، اما دریغ از اندکی تأثیر فرهنگی و دریغ از اندکی آب که لب باغچه‌ای رو سیراب کنه. امیدوارم که از این جنس گپ و گفتا کمتر داشته باشیم. انشالله به روزی برسیم که در حوزه فرهنگ و در وقتی حرف میزنیم هممون انبساط پیدا بکنیم، منقبض نشیم. خدا نگهدار.